به نام خداوند بخشاینده و مهربان، ورزشکاران و مربیان عزیز، درس دوم ما شما در رابطه با آناتومی اسکلت یا استخوان‌های بدن انسان است. قبل از اینکه در رابطه با آناتومی اسکلت بدن انسان بحث بکنیم، خوب است که امو اصطلاحاتی را که در لکچر اول داشتیم یک مرور کوتاه در او را مورد هم داشته باشیم. در درس گذشته ما شما که اولین درس بود در مورد خط مدلاین که همون خط فرضی بود که بدن توسط او خط به دو نیمه مساوی تقسیم می شد، ما او خط شناسایی کردیم و نمای آنتریور و پوستریور یا قدامی و خلفی یا جلو و عقب هم فهمیدیم. اصطلاح دیگه داشتیم به نام میدیال که نزدیکتر به بدن بود و لترال یا جانبی دورتر از بدن بود. این اصطلاح را هم فهمیدیم. همچنان اصطلاح دیگه بود به نام پروکسیمال و دیستال. مثلا یک بازو را اگر در نظر بیاریم، شانه نسبت به بازو پروکسیمال است ولی ساعد نسبت به او دیستال هست. این اصطلاحات روز اول در لکچر اول برای شما ما تشریح کردم. همچنان اصطلاح دیگه داشتیم به نام سطحی و عمیق، سطحی یا سوپرفیشیال و عمیق یا دیپ. خواستم که یک مرور کوتاه هم از لکچر روز اول داشته باشیم. اما در لکچر امروز در رابطه با آناتومی اسکلت یا استخوان بندی انسان صحبت می‌کنیم. همه که شما اسکلت و استخوان بالاخره اسمش شنیدین و استخوان دیدین، در استخوان حیوانات هم موقعی که گوشت استفاده کردین دیدین که یک نسج سخت کلسیمی است. در حقیقت ای استخوان یک نسج ارتباطی است که اصطلاح انگلیسی شمو اصطلاح طبی ازی connective tissue است، یعنی نسجی که ارتباط میده یک قسمت عضویت با یک قسمت عضویت. این در حقیقت یک framework یا فریم یا چارچوب بدن ما شما را تشکیل میده. البته این را باید هم بفهمیم که اسکلت در مجموع در بدن ما شما استخوانهای جوره هم است که مثلا استخوان بلک شانه، اگر ما شانه طرف چپ در نظر بگیریم با شانه طرف راست، دو تا یعنی یک جوره است. و همچنان بعضی استخوان ها به شکل جوره نیست، به شکل طاقه است، یعنی یک استخوان است، یعنی به شکل منفرد است که از اون جمله ما میتونیم فقرات یا ستون فقرات در نظر بگیریم که ما در ستون فقرات فقط به شکل یک محور مرکزی او را داریم، نه ای که او چپ و راست داشته باشه، در حالی که قبرقه ها چپ و راست داره، در حالی که استخوان های دست و پا چپ و راست داره. در کل در بدن ما شما حدود 206 استخوان موجود داره که یک تعدادشان هم قسمت بیشتر گفتم به شکل جوره است، یک تعداد دیگه شان که به شکل طاقه هستن. بریم سر نام های استخوان ها. کرانیوم یا استخوان جمجمه یا استخوان سر. در مجموع استخوان سر یا استخوان جمجمه از چندین استخوان دیگه تشکیل شده که ما با او جزئیات نمیریم، ولی همقدر که شما کرانیوم یا استخوان سر بشناسین همین کفایت میکنه. در مجموع سر و استخوانهای روی باز به نام اسکال یاد میشه، یعنی در حقیقت اونمو استخوانهایی که جمجمه ما شما را هم روی و هم سر تشکیل داده، او را باز در مجموع به نام اسکال یاد میکنه. و استخوان دیگه که در قسمت به اصطلاح علاشه پایینی ماه و شما هست، ایره به نام مندیبول یاد میگن. مندیبول به انگلیسی مندیبول میگن و معمولا ایره به نام فک سفلی هم میگن. دیگه یک استخوانه که بسیار خرد دیگه که جوره هست در قسمت بالای سینه ما شما وجود داره، این استخوانه به نام کلاویکل یاد میگن. کلاویکل نام انگلیسیش است و ترقوه نام عربیش است که معمولا اصطلاح طبیش است و قدر زیاد شما با او نپردازین که باز این حجم ای درس ها بالا شما زیاد نشه. استخوان بندی قفس سینه را که همون قبرقه هاست به نام ribs یاد میکنن. ribs یا قبرقه ها. بیشتر براتون من گفتم که یک تا استخوان ها طاقه هستن. یکی از استخوان های دیگه که طاقه است، یک استخوان دیگه در به اصطلاح پیش روی قفس سینه ما و شما است که این استخوان به نام استرنم یاد میکنن. این استرنم باز یک قسم بالایی داره یک قسمت پایینی داره. قسمت بالاییش به نام منوبریوم یاد میکنن و قسمت دیگه ایش که است بازو در حقیقت جسم اما استخوان استرنم است.
دیگه ما شما سکپولا داریم. سکپولا هم استخوان بلکشانه است که شما در تصویر میبینه. دیگه ما شما هم استخوان هومیروس داریم. هومیروس استخوان بازوی ما شما هست که یک استخوان به اصطلاح طویل است. و دو تا استخوان دیگه که ما در ساید داریم، یکیش به نام اولنا یاد میشه، یکی دیگه هم به نام رادیوس. یعنی دو تا استخوان در ساید ما شما وجود داره که یکیش به نام اولنا است و دیگه‌ش به نام رادیوس. استخوان دیگه که ما شما در قسمت به اصطلاح سورین داریم، استخوان است که به نام پلویک گردل یاد میکنن، یعنی استخوان لگن خاصرکی. تقریبا هر استخوان لگن خاصرکی یک استخوان به اصطلاح نامنظم است، از سه قسمت، از سه استخوان دیگه تشکیل شده که دو استخوانش به نام، یکیش به نام الیوم است، باز یکیش به نام اسکیوم است و یکی استخوان دیگه اش به نام پوبیس. باز یک استخوان دیگه است به نام سکروم یاد میشه که در پشت سر از این قرار داره و یک استخوان کوچکتر از او که در حقیقت امو امتداد ستون فقرات است به نام کاکسکس یاد میشه. خب در دست ها و همونطور در پاها هم ما استخوان های کوچک داریم که اولین استخوانی که در قسمت بند دست ما هست، این استخوان های بسیار کوچک هستند که به نام کارپال بونز یا استخوان های کارپال یاد میشه. بعد از او که در کف دست ما میاییم، اونجا باز متاکارپال است. متاکارپال استخوان های کف دست است. بعد از او استخوان هایی که در انگشت است که در مجموع 14 بند که شما هم مطمئنا این را میفهمین وجود داره که ایره به نام فلنجز یاد میکنیم. فلنجز استخوان پا از امو استخوان ران پا که قوی ترین و بزرگترین استخوان بدن است، ایره به نام فیمور یاد میکنن. استخوان بجلک عینک زانو را به نام پاتلا یاد میکنن. و دو تا استخوان دیگه همونطور که در ساید دست داشتیم، در ساید پا داریم که طرف داخلیش که امو طرف میدیال است، اوش به نام تیبیا یاد میکنن که یک مقدار بزرگتر است. اوش که طرف لترال پای ما شما است و طرف جانبی است، او را به نام فیبولا یاد میکنن که یک استخوان کوچکتر و باریکتر است. اما طور در بند پا یک استخوان به نام تیل است یاد میشه، یک استخوان در حقیقت کمکی نامنظم و به اصطلاح حجیم است که کوری پای ما شما را تشکیل میده. و بعد از او یک استخوان دیگه هم است به نام کلکنیس و دیگه اما استخوانک های کوچک کوچکی دیگه که در کف دست بود در کف پای هم داریم که او را باز متا تارسل برای پا گفته میشه، متا کارپل برای دست که ایره باز از پیشتان اشتباه نشه. تارسل، متا تارسل و فلنجز. فلنجز در پاها هم داریم، همونطور که در دست ها فلنجز داشتیم در پاها هم داریم. و در پاها متا تارسل و تارسل است، در حالی که در کف دست کارپل و متا کارپل. استخوان‌های ستون فقرات هم به نام ورتبرا یاد میشه و ای به اساس امو قسمت‌های مهم عضویت به چند بخش تقسیم میشه. مثلا ناحیه سرویکال یا استخوان‌های گردن، سرویکال ورتبرا برش میگن. و استخوان‌های قسمت صدر مو شما یا امو قفس سینه مو شما رو باز توراسیک ورتبرا میگن که 12 عدد است. در قسمت گردن 7 عدد است، در قسمت امو به اصطلاح قفس سینه، در البته که در پشت سر قرار داره، اینجا 12 عدد است. و دیگه استخوان‌های دیگه داریم به نام لومبر که در حقیقت ای استخوان‌ها 5 عدد تشکیل میدن و بعد از امو سکروم و کاکسکس استخوان‌های آخرین ستون فقرات. همونطور که پیشتر بر شما گفتم در کف دست ما شما از پایین اگر شما از قسمت بند دست ببینین، استخوانک های کوچک در دو قطار قرار داره که اینا رو به نام کارپال بونز یاد میکنن. استخوان کف دست که شما در این تصویر به رنگ آبی روشن‌تر میبینین، اینا به نام متا کارپالز یاد میکنن. و فلنگز که همو انگشتا هست در حقیقت که هر انگشت سه استخوان داره به استثنای انگشت شست دست ما شما که او دوتا داره، در مجموع 14 تا استخوان فلنج ما شما داریم که در اینجا با این رنگ ها هم اینا تفکیک شده که فلنج قسمت های دستال که ما شما در لکچر گذشته دستال خوانده بودیم که یعنی دورتر از بدن آخرین قسمت های انگشت های ما شما را دستال فلنج میگن.
و قسمت وسطیش intermediate یعنی وسطی و proximal phalanges هم قسمت فالنگس در حقیقت فالنجس های به اصطلاح نزدیک به بدن یا نزدیک به کف دست میگه. خب همونطور در استخوان های پا هم اگر شما یک نظر بندازین در اینجا در استخوان دست carpal bones بود در قسمت بند دست، در قسمت پا tarsal است. ای carpal بود در کف دست، در پاها tarsal bones است که یا ممنون استخوانک های کوچک است که در حقیقت یک تقریبا سه عددش که همون شماره یک 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 میبینین به نام کانیفورم بونز یاد میشه و یک دانی دیگهش به نام کبوید بونز و دیگهش نویکولر و دیگهش هم تلس و دیگهش هم کلکنوس. اینا اصطلاحات است که خیلی هم ضرور نیست که حتما اینا رو یاد داشته باشین، ولی حداقل که با می ساختمان استخوان بندی دست و پا و بدن شما آشنا شوین همین برای شما کافی است. استخوان‌های دیگه که شبیه کف دست در پای هم وجود داره متاتارسال است که در کف دست متاکارپال بود، در کف پا متاتارسال است. اما تو فالنجس در پاها هم هست که تقریبا شبیه دست‌ها شامل سه استخوان است به استثنای استخوان شست پا که شست پا متشکل از دو استخوان است. در اینجا باز دوباره شما به رنگ ها می‌بینید که دیستال فالنجس به رنگ نارنجی یا شطوری رنگ بگویم و میدیالش هم به رنگ روشن‌تر از او و پروگزیمالش هم که به اصطلاح هم نزدیک به خود به اصطلاح کوری مثلا نزدیک به کف پا میشه میره به نام پروگزیمال فالنجس یاد میکنه. حالا میم در مورد کارکرد استخوان ها میخواییم که برای شما معلومات بدیم که استخوان ها بالاخره چی وظیفه دارن، چی کارکرد یا چی عملکرد دارن. هر عمل کردم میگیم باز بعد از توضیحاتش میگیم. اولی که یک چارچوبه، یک فریمورک برای بدن ما شما میسازن، یعنی یک درقت یک اسکلت بندی رو برای ما شما میسازن. درقت این چارچوب نگهدارنده بدن و شکل دهنده بدن است. اگر شما استخوان در نظر بگیرین، استخوان اگر از یک گوشت شما بیرون میکشین شما میبینین او گوشت یک حالت افتاده رو به خود میگیره، ولی اگر استخوان در داخل او گوشت میباشه او یک حالت رقت نگهدارنده را به خود میگیره. دیگه ای که فعالیت و حرکت بدن هم تأمین میکنه. اگر شما متوجه شده باشین مفصل ها از استخوان ها ساخته شده و به حیث یک عرابه اینو عمل میکنه. مثلا ما شما اگر دست خود بلند میکنیم رقت ای به اونون یک عرابه یا مثلا بلند کننده یک چیز بلند میکنه، یا مثلا ما قدم میمونیم یا پای خود بلند میکنیم یا کمر خود خم میکنیم، رقت ای حرکات بدن هم تأمین میکنه و نقش داره. وظیفه دیگه ازی وظیفه نگهداری است. مثلا اگر شما استخوان مغزتان در نظر بگیرید، مغز ما و شما به عنوان یک ساختمان بسیار مهم و حیاتی در داخل یک مثلا پوش استخوانی محافظت میشه و ای در حقیقت استخوان مو کرانیوم که پیشتر برای شما میره گفتم ای در حقیقت محافظت کننده مغز ما و شما هست. همچنان اگر شما امو قفس به اصطلاح قبرقه ها را که قفس صدری برش میگن خود ریب کیج یا قفسه به اصطلاح صدری یا قفس سینه را در نظر بگیرین، شش ها و قلب در داخل از این موقعیت داره و شش ها هم ارگان های بسیار مهم و حیاتی هستن و قلب هم که بدون شک یک ارگان بسیار مهم است و امی قبرقه ها و قفس سینه در حقیقت محافظت کننده و نگهدارنده امی ارگان مهم است. دیگه ای که سبب چسبندگی انساج نرم میشه. اگر شما به بدنتون یک نظر بندازین میبینین که استخوان ها توسط گوشت در حقیقت و توسط عضلات پوشانیده شده و امی استخوان است که یک قسمت عضله را با دیگه قسمت عضله در حقیقت چسبندگیش فراهم میسازد. یعنی در حقیقت به اصطلاح استخوان ها در بالای خودش عضلات جای میده و سبب چسبندگی همین عضلات میشه. نه تنها عضلات بلکه از ساختمان های دیگه هم هست که در کنار عضلات مثل همو به اصطلاح تندون ها یا لگامنت ها همو به اصطلاح پای و اینایی که در داخل مفاصل است که اینا رو باز در لکچر بعدی در رابطه با مفاصل توضیحات بیشتر خواهد دادم. وظیفه بسیار مهم دیگه استخوان ها داره وظیفه تولید است. تولید خون
در مغز استخوان حجرات سرخ بدن ما و شما و حجرات سفید بدن ما و شما که در داخل خون اینا بسیار نقش مهم دارن این ساخته میشه. همچنان صفحات دمویه یا پلاتلتس که در لخته شدن خون بسیار نقش مهم داره این هم در داخل مغز استخوان ساخته میشه. دیگه وظیفه ذخیره را به عهده داره. در حقیقت استخوان ها ذخیره کننده مواد معدنی و مواد منرالی و از جمله کلسیم و فسفر است که بسیار نقش مهمه در وجود ما شما اینا بازی میکنن و شحم یا همون چربی هم در مغز استخوان ذخیره میشه. البته تنها در مغز استخوان چربی ذخیره نمیشه، چربی در زیر پوست هم بسیار زیاد ذخیره میشه که نکته متوجه باشه. خب یک اصطلاح دیگه داریم به نام استخوان‌های محوری و استخوان‌های زمیموی یا آویزه‌ای یا آویزانی. اینجا سلاید یک مقدار نوشته پایین رفته، میره برای شما یک مقدار بالا بیارم که خوانده شود. حالا درست شد. استخوان‌های محوری یا axial bones کدام استخوان‌های است؟ استخوان‌های که در تصویر شما می‌بینید استخوان سر یا همو سکل یا همو کرانیوم، استخوان مغز که مغز جمجمه را در حقیقت می‌سازه، و دیگه استخوان گردن، همو ستون فقرات و قبرقه ها، اینا axial bones هستند. axial bone معنایش ایست که اینا استخوان محوری هستند و بدن ما شما در حقیقت ای استخوان را در حقیقت به عنوان محور داره و استخوان‌های زمیموی که از ای استخوان‌ها به اصطلاح پایین‌تر کشال است یا آویزان است، ای استخوان‌ها را به نام استخوان‌های در حقیقت آویزانی یا appendicular bones یاد می‌گن، یا استخوان‌های آویزان شده. در این سلاید ما برای شما استخوان‌های اکسیال یک بار دیگه نام می‌گیرم. در قسمت استخوان‌هایی که در سر است که بیشتر برای شما گفتم سکال، در این قسمت شما استخوان کرانیوم داشتین که یک استخوان دیگه بسیار کلان هم دیگه بود به نام مندیبل که همون استخوانه، اما مثلا زنخ ما شما یا همین قسمت فک پایینی بود. در کل 8 استخوان بسیار مهم در سر قرار داره که من پیشتر برای شما گفتم که اینا در حقیقت مغز حفاظت میکنه. استخوان های دیگه که در گردن است که پیشتر هم خدمت شما گفتم 7 استخوان است که در گردن قرار دارن که به نام سرویکال بونز یاد میکنن. دیگه توراسیک بونز، استخوان های قفس صدری یا همو توراسیک 12 عدد استخوان است، و قسمت لومبر یا استخوان‌های کمر یا لومبر ورتیبرا یا لومبر بونز در حقیقت قسمت‌های پایینی کمر را می‌سازد و 5 عدد است. اما تو ساکرال و اما تو کوکسیجیال که پیشتر برای شما گفتم ساکرال 5 استخوان داره که در حقیقت با یکی دیگه فیوز شده یا چسبیده، و استخوان‌های کوکسیجیال هم در حقیقت همو قسمت آخرین قسمت ستون فقرات است که در حیوان‌ها ما او را به شکل دم یا به شکل مو یعنی دم ما ایره در حیوانات میبینیم ولی در انسان ها به او شکل نیست. ای استخوان سپاین یا امو استخوان ستون فقرات بود. دیگه در سینه یا در چست ما شما بیشتر برای شما گفتم ریبز داریم، در اطراف یا مو قبرقه ها را داریم، و در قسمت پیشرو در قسمت سینه ما شما یک استخوان دیگه است که او را به نام استرنم یاد میکنن. استرنم که ای هم از جمله استخوان های تشکیل دهنده امو ریب کیج یا قفس صدری است. اینا استخوان های قبرقه ها 12 عدد است که از این 12 عدد دو عددش که در پایین است که 11 و 12 است، اینا رو باز به نام یا فری یا فلوتینگ ریبز هم میگن، یا استخوان های قبرقه های شناور، و سه تای بالاتر از این که دهم و نهم و هشتم است، اینا هم باز توسط یک غضروف با می استخوان استرنوم می چسبن، ولی از شماره 1 تا 7 به شکل مستقل در امی استخوان استرنوم اینا به هم چسبیده هستند. دیگه استخوان های اپندیکولار هم پیشتر برای شما گفتم که استخوان هایی است که در دست و پاهای ما شما در حقیقت اینا آویزان هستند که اینا شامل همو سکاپولاک استخوان بلکشانه است، کلاویکولاک همین استخوانه که به اصطلاح ترقوه یا بالای سینه ما شما هست، و همونطور استخوانه که در دست است که به نام هومیروس در بازو بود و رادیوس و اولنا که در ساید ما شما بود،
و همونطور در کف دست که ما شما پیشتری را خواندیم کارپل، متاکارپل و فلنجیس بود و همونطور استخوان مثلا لگن خاصره یا پلویس یا حوصله، حوصله هم برش میگن، استخوان های حوصله که پیشتر ما برش ما گفتم متشکل از سه استخوان است، ایلیوم، اسکیوم و پوبیس. و استخوان پا که اما بسیار مهمش استخوان کلان پا است به نام فیمور که در ران ما شما موقعیت داره و همونطور استخوان عینک زانو که به نام پتیلا یاد میشه و همچنان دو تا استخوان دیگه که در ساق پای ما شما بود، یکیش به نام تیبیا بود، دیگه‌ش هم به نام فیبولا و همچنان استخوان‌های کف پا بود که از تارسل، متاتارسل و فلنجس تشکیل شده بود. در این ستون شما می‌بینید که نام‌های استخوان‌ها هست، بونز که نوشته است و لوکیشن و اینجا موقعیت‌هایش گفته و در اینجا هم تعداد از این استخوان‌ها را گفته. البته در این سلاید یک چیزی که اسکاپولا گفته شده ولی استخوان اما کلاویکل یا کلاویکیلا در اینجا گفته نشده، اینجا فراموششان شده در اون سلاید که اینجا را ما باید اضافه میکردم که به شکل یک استخوان اسمانند است که در قسمت های بالای مثلا سینه ما شما قرار داره. ما شما چند تقسیم بسیار مهم باید در نظر بگیریم که استخوان ها بر اساس نمی تقسیم بندی تقسیمات شدن. یکی استخوان های دراز است، یعنی لانگ بونز، استخوان های دراز کدام استخوان است؟ استخوان بازو که هومیروس میگنش، استخوان اولنا، رادیوس، استخوان تیبیا که در پای بود، ساق پای و فیبیولا و متاکارپل و در کف پا متاتارسل و فلنجیس. این استخوان های دراز بود. استخوان های دراز خصوصیاتش چی است؟ یک قسمت پروکسیمال داره، یک قسمت اونسی، یا قسمت دیستال داره یا قسمت وحشی، یعنی یک قسمت به اصطلاح شروع و یک قسمت ختم داره و یک قسمت جسمش است که همو به اصطلاح شفتش است یا شفت یعنی قسمت جسمش، همو جسم استخوان در حقیقت میسازه. دیگه استخوان های کوتاه هستن یا شارت بونز. شارت بونز اونمو استخوان هایی که در کف دست و در حقیقت در کف پا است، اونمو استخوان ها را به نام کارپل و تارسل که کارپلش در بند دست بود و تارسلش هم در بند پا بود، اما استخوان‌ها را استخوان‌های شارت میگه. دیگه استخوان‌های فلت است، استخوان‌های هموار یا پهن. این استخوان‌های هموار در بلک شانک هم اسکاپولا بود دیده میشه، استخوان‌هایی که در سر است در امو کرانیوم یا در استخوان‌های جمجمه و همچنان استخوان دیگه که بیشتر گفتم ده حوصله یا لگن خاصره شما هست، همون استخوان به نام ایلیوم یاد میشه. اون استخوان هم از جمله استخوان های فلات یا هموار است. دیگه استخوان های ایرگولر یا غیر منظم ما شما داریم. این استخوان های غیر منظم استخوان های ستون فقرات ما یا همون ورتبرال بونز هستند. دیگه استخوان های سسیموید است، سسیموید یا کنجد مانند. این استخوان ها در حقیقت مثل دانه های کنجد است، سید لایک یا کنجد مانند، مثل استخوان عینک زانو و تیلا. این از جمله استخوان های سسموید است. حالا میایم سر نمونه های تصویری این استخوان ها. شما میبینین اینجا استخوان هومیروس نشان داده، از تصویر یک مقدار بزرگتر ساخته که گفته استخوان دراز است. این استخوان دیگه هم استخوان جمجمه است که از جمله استخوان های فلات بون است، یا استخوان هموار، استخوان غیر منظم یا ایرگولر، استخوان قبروغی ما شما است، استخوان که کنجد مانند یا سسموید فرم بود، پتیلا بود، استخوان عینک زانو و استخوان هایی که کوتاه هستند و استخوان های بند دست و استخوان های بند پا، کارپل و تارسل بونز بود، استخوان های کف دست و کف پا بود. خب در اینجا باز در این تصویر شما استخوان‌های هموار رو می‌بینین که در اینجا گفته که فلات بونز کدام استخوان هاست؟ کرانیال بونز استخوان‌های جمجمه است، اسکاپولا استخوان بلک شانه است، استرنم استخوان قفس سینه یا استخوان مو پیش روی سینه ما شماست و دیگه کاستل بونز یا استخوان‌های همی قبروغه ها، اینا تمامش استخوان‌های فلات یا هموار هستن. دیگه استخوان‌های لانگ بونز پیشتر نمونه ها و مثال هاشون برای شما گفتم، هومیروس استخوان بازو،
اولنا و رادیوس استخوان دستا یا ساعد، فیمور استخوان ران، تیبیا و فیبولا استخوان ساق پا و همچنان استخوان کف دست و کف پا و انگشتان دست و انگشتان پا یا متاکارپال، متاتارسال و فلنجز. اینا استخوان‌های دراز هستند. و استخوان‌های کوتاه همونطور که در این تصویر می‌بینید، استخوان بند دست و بند پا یا همون مچ دست و مچ پا که بنامه کارپل و تارسل بونز میشه. کارپل مربوط کف دست، تارسل مربوط کف پا. استخوان‌های غیر منظم یا نامنظم همون ورتبرا که بیشتر بر شما ما تشریح کردم و همچنان پلویک بونز. اینجا شما می‌بینید این پلویک بونز همون استخوان‌های در حقیقت همون حوصله یا به سلام و لگن خاصره ما شما همین استخوان‌های نامنظم دارن. دیگه استخوان سسیمووید یا کنجد مانند استخوان‌های پتیلار ما میتونیم یکی از مثلا عینک زانو یکی از استخوان‌های سسیمووید فرم است. در این سلاید اصطلاحات بسیار مهم در یک ساختار استخوان است که برای شما در اینجا ما در سلاید های بعدی که یک مقدار بزرگتر و با در حقیقت این سلاید ما به دو سلاید بعدی دیگه تقسیم کردیم، یعنی این تصویر در حقیقت با دو تصویر دیگه که بعد از این میای عین تصویر است، به خاطر که نوشته ها و شکل واضح شوه ما برای شما اینا در این تصویر بزرگتر ساختیم. در اینجا شما میبینین که یک قسمت است که سطح مفصلی را میساز. اگر یک استخوان شما در نظر بگیرین، این در خط همو غضروف مفصلی است یا articular cartilage. این قسمت که اسفنجی مانند است spongy bones است، یعنی استخوان اسفنجی مانند که اگر شما در گوشت که در تصاویر دفته باشین دیده باشین به شکل سوراخ سوراخ و مغزش در خط یا رنگش سرخ است، این همو قسمت استخوان است. یک ساختمان بسیار مهم دیگه است که در نموی قد بسیار مهم است که در پیش نوجوانا ای باز می باشه، یعنی بسته نمی باشه، برای رشد استخوان کمک میکنه. ایره به نام اپیفیزیال لاین یا اپیفیزیال دیسک میگن. دیگه این قسمت اونمو مغز سرخ استخوان است و ای امو به اصطلاح طوله استخوان یا امو سوراخ استخوان است که به نام اندوستیوم میراد میکنن، یعنی قسمت داخل استخوان. و ای اما قسمت استخوان سخت است که مثلا همو مثلا نله یا طوله استخوان می سازه به نام کمپکت بون یاد میشه. این قسمت تا این قسمت به نام متافیزس یاد میشه و این قسمت که ما شما اصطلاح روز اول ما شما هم بود به نام پراکسیمال اپیفیزس یاد میشه. ما اگه پراکسیمال اپیفیزس داشته باشیم، یعنی اپیفیز طرف اونسی یا طرف نزدیک به بدن، ما حتما دیستال اپیفیزس هم داریم. در اینجا شما میبینید که دیستال اپیفیزس است، یعنی نهایت آخری استخوان است. در اینجا شما باز میبینید که یک سطح مفصلی وجود داره که اونمو articular cartilage است و این قسمت باز میتافیز است و یک قسمت جسم استخوان که شفت هم برش گفتم میگن شفت S-H-A-F-T شفت، این دیافیزس هم میگن. و شما اینجا میبینید که استخوان خودش هم رگهای خون در خود داره، به خاطر که استخوان هم نیاز به انرژی داره و مواد غذایی باید به استخوان هم بره که در حقیقت ای امو نوترنت آرتری هست. در اینجا شما یک پوست میبینین که از استخوان جدا کردن. استخوان یک پوست بسیار نازک شفاف داره که او رو به نام پیریوستیوم یاد میکنن. پیریوستیوم یا امو پوست استخوان است و بون مرو که اونمو به شکل زرد است ای امو مغز استخوان است و اینی قسمت خالیگاه که است در حقیقت اونمون نل است که شما اگر یک استخوان به نی شما نی اگر دیده باشین بینش سوراخ است. استخوان‌های دراز هم دقیقاً شبیه یک نی وسطش سوراخ داره که اونمون به نام میدولری کاویتی یا در حقیقت امو جوف استخوان یادش میگن که در اینجا در حقیقت امو مغز استخوان جای می داشته باشه. در این سلاید هم شما میبینین که همون ساختمان استخوان به شکل میکروسکوپیک آورده بسیار بزرگ ساخته که تا شما از ساختمان یک استخوان با خبر شوین که چی چیزهای در داخل استخوان وجود داره. این قسمت امو کمپکت بون است که امو پیشتر اما برای شما گفتم امو استخوان سخت است و این قسمت
داخلش شما اگر ببینین این در قدم و قسمت اسفنجی مانندش هست یا ترابیکیولر یا اسپانجی بون. در این قسمت شما ببینین استیوم یک قسمتی از استخوان است که در داخلش رگهای خون وجود داره. اگر شما این قسمت رو ببینین یک رنگ سرخ وجود داره و در اینجا هم شما ببینین که هم شیریان که به رنگ سرخ است که خون پاک به استخوان میرسانه و هم همونطور وریده که خون ناپاک در حقیقت بدون اکسیژن و کاربون دای اکساید داره از استخوان ها جمع میکنه و میبره به طرف قلب تا که دوباره به ششها بره و اونجا تصفیه شه. و اینجا شما میبینین که کانال های بسیار کوچک وجود داره که در اینجا ها هم رگ های بسیار مویرگ های خرد وجود داره که اینو به نام هاورسین کانال زیاد میکنن که اینا در حقیقت مسیر تغذیه استخوان ها هستن. در حقیقت اینجا شما رگ خون را که میبینین که بسیار باریک است، این همون نوتریانس بلاد است، یعنی در حقیقت رگ های مغذیه که غذا را به داخل مثل آنی استخوان میبره. استخوان ما شما به مواد مغذی نیاز داره، همونطور که دیگه قسمت های بدن ما شما به مواد مغذی و انرژی نیاز داره، استخوان های ما شما هم به مواد مغذی و به انرژی نیاز داره. در اینجا باز هم شما میبینین که اونمون پوست استخوانه که بسیار به شکل مثلا شیماتیک یا به شکل نمایشی رسم شده به نام پریوستیوم یادش میکنه. خب و بالاخره در این سلاید شما باز دوباره میبینین که شما داخل استخوان که به نام اندوستیوم یاد میکنن داخل استخوان و پریوستیوم بیرون استخوان. و در اینجا شما میبینین که اینا یک پوش داخلی داره مثل پیاز ولی یک پوستک دگام داره ولی به او اندازه نازک نیست. یک استخوان بسیار یک پوش مقاوم داره که به نام او پریوستیوم میگن. اوتر لایر و اینر لایر داره، یعنی پوست داخلی و خارجی. خود پریوستیوم در حقیقت دو قسمت دو جدار است، دو غشا است، یکی اینر لایر است داخل به اصطلاح استخوان است و یکی دیگه هم اوتر لایر است که بیرون استخوان است که اما به اصطلاح عضلات بالاش چسبیده است. در اینجا باز شما میبینید که اما کمپکت بونز در اینجا نشان داده شده که استخوان سخت، قسمت سخت استخوان و قسمت اسپانجی یا کانسلوز بون همیره میگن، یعنی استخوان قسمت های در حقیقت امو سوراخ سوراخ یا اسفنجیش. و اینجا باز اونمو به اصطلاح سوراخی که من پیشتر با نی ایره مقایسه کردم به نام میدولری کاویتی یاد میکنن، یعنی امو سوراخی که داخلش مغز استخوان جای میداشته باشه. این بود درس دوم ما شما در رابطه با آناتومی اسکلیت و استخوان‌های بدن ما شما. امیدوارستم که لکچر امروز مورد قبول و پذیرش شما قرار گرفته باشه. اگر سوال داشته باشین در کامنت بر ما سوالاتتون رو بنویسین، ما در فرصت‌های مناسب کامنت‌های شما را پاسخ می‌دهم. تا ویدیوی بعدی خداوند حافظ و ناصر شما.